با منظور تحقق فرهنگ شهری برنامه آگاهی دهی از طریق منبر مسجد جامع عبدالرحمن در مربوطات ناحیه دوم از سوی ریاست نشرات و آگاهی عامه شهرولی کابل برگزار شد. قاری عبدالمبین ماهر خطیب این مسجد به نمازگزاران توصیه کرد که نظافت در زندگی ما جز ایمان بوده و لازم است که در پاک نگه داشتن شهر پرسنل زحمتکش شهرولی کابل را یاری رسانیم و از کارهای خلاف شهری که باعث ایجاد مشکلات محیطی و شهری می شود خودداری نماییم. مسلمان باید در جامعه الگو و نمونه نظافت باشد. ما شما هم به صفت شهروندان این شهر مکلف و ای هستیم که هم نظافت فردی را، هم نظافت خانوادگی را و هم ناحیه‌ای خود را و محلی خود را باید حفاظت بکنیم، متوجه باشیم. بسیاری از شهروندان ما در زمستان از عدم رعایت نظافت در شهر شکایت میکنند و این مکلفت همه ما شماست که باید رعایت بکنیم، متوجه باشیم. و ای رد فاضلاب بابروها و سرکها را خلاف آموزه های دینی و اسلامی عنوان کرد و توقع برد که متخلفین از این کارشان دست بردار شوند، زیرا کارکنان شهرولی کابل برای تامین پاکی و نظافت نقاط مختلف سطحی شهر زحمات زیادی را متقبل شدند. خانه هایی که در بیشتر در تپه ها و کوه ها زندگی می کنند در فصل زمستان و یا هم باران های شدیدی هم که میشه، امی کثافات خانه را در باران ها رها می کنند، میرن تمام منطقه و محله را تعفن می گیرند. به می خاطر رعایت ای بسیار مهم است، هم خدا به ما گفتن و هم به صفت یک انسان مکلف هستیم که این رعایت باید بکنیم. وی تاکید کرد که برای حفظ تاسیسات شهری مسئولیت های خیش را به وجه احسن انجام دهیم تا در زندگی خیش به رفاه و آسایش دست یابیم. قابل ذکر است که نقش علمای دین در تحقق و نهادی نشدن فرهنگ شهری برجسته بوده و از این رو شهرولی کابل تقاضامند است که خطیبان مساجد عموم مردم را توصیه کنند تا در مدیریت بهتر شهری با شهرولی کابل همکاری نمایند. ماشاءالله.